سلام حالتون چطوره تو این ویدیو میخوایم تفاوت all every و whole رو بگیم البته چیزای دیگه هم هست یکی از تاپیک های معروف تفاوت every و each که درس بعدیه تو این درس زیاد به every نمیپردازم که بگم با each چه فرقی داره فقط تفاوت every با all و whole رو میگیم تو این درس خب این چند دقیقه رو همراه باشین خیلی درس مهم و البته جالبیه قبل شروع هم که لایک like و سابسکرایب و اینا دیگه خودتون میدونید بریم سراغ قسمت A everybody everyone everything and all اینا چه فرقی با هم دارن everybody و everyone شبیه همن everything هم که یعنی همه چیز ولی all مثل این ستا خودش جدا معنی خاصی نداره مثلا وقتی میگیم all باید بدونیم که all what نیاز داره به اینکه که بدونیم backgroundش چیه یا بعدش یه اسمی بیاریم الان بیشتر صحبت نکنیم راجبش everybody was happy یا everyone was happy یعنی همه خوشحال بودن درسته آیا میتونی اینجا بگی all were happy به جا everybody بذاریم all نه چون all معلوم نیست چیه همینجور بگی all were happy اصلا معنی نداره ولی اگه بگی everybody was happy معنی داره یعنی همه خوشحال بودن everyone was happy همه خوشحال بودن ولی all به تنهایی معنی نداره و اینجا گفته که ما all رو alone in this way استفاده نمی کنی. یعنی تو این روش all رو تنها استفاده نکنید he thinks he knows everything فکر میکنه همه چیز رو میدونه اگه اینجا بگم he thinks he knows all معنی میده نه چون باید all what همه چی رو میدونه all what بنابرای میگم he thinks he knows everything چون everything یعنی همه چیز فکر میکنه همه چیز رو میدونه our holiday was a disaster تحتیلاتمون خیلی فاجعه بود داغون بود everything went wrong همه چیز بد پیش رفت اگه بگم all معنی نداره دوباره پس بچه ها هیچ وقت آل رو به تنهایی جایگزین این ستا نکنید وقتی میتونید از این ستا استفاده کنید دیگه آل رو نذارید چون آل به تنهایی معنی این ستا رو نمیده آل به چیزهای دیگه نیاز داره که باید یاد بگیریم خب حالا آل اصلا به چی نیاز داره ببین آل رو به این روش ها استفاده میکنید. باید این روش ها رو بچه ها بلد باشیم دو تای اولی رو قبلا گفتیم زیادم توضیح دادیم آل با اسم که بیاد یعنی همه اون اسم مثلا All کارز همه ماشینا All cars have wheels. همه ماشینا چرخ دارن. گفتیم که وقتی این اسم اسپسیفیک باشه یعنی مشخص باشه. مثلا میگم my friends. نگم friends. My friends. یه گروه خاصی که اسپسیفیکش کردم نیاز به of داره و برای all و both میتونی of رو هست بکنی. مثلا all of my friends بوده که شده all my friends. ولی آبجکت پروناون ها مثل آس یو و دم نمیتونی آوش رو حذف بکنی باید آوش رو بذاری نان of یو هیچ کدوم از شما آل اف اس هممون نمیتونم آوش رو بردارم چون بد میشه اصلا خوندنش و گفتنش غیر طبیعی میشه برای همین حتما نیاز به آب داره All of us were happy. هممون خوشحال بودیم. این دوتا رو که میدونستید. ستای بعدی کاربرد جدید ترشه. بچه ها. اینجا گفته یونیت 110 دی رو ببینید نا که اون جمله رو با زمیر شروع کرده بعد آل رو این وسط جمله گذاشته وقتی توی جمله آل رو نزدیک فعلمون استفاده میکنیم اون وسط این کاربرد سومیه میشه مثلا اینجا رو ببین We were all happy Where اینجا فعلمونه بعدش گفتیم all happy این all برمیگرده به کی؟ به we We were all happy هممون خوشحال بودیم حالا all رو کجا میذاریم؟ کتاب نگفته خواسته با همین تمرین یاد بده آل رو بچه ها اگه فعل های یا همون فعل های کمکی داشته باشیم مثلا have past participle بعد از have میذاریم we are going بعد از are میذاریم are going are helping verb، going فعل اصلیه بعد از are میذاریم اگه فعل اصلیمون دیگه فعل کمکی نداشته باشیم میذاریم قبلش مثلا یه غذا خوردیم همون احساس مریضی کردیم بعد اون غذا. we all felt ill after the meal بعد از اون قضا هممون احساس مریضی کردیم we all felt قبل از felt من all رو گذاشتم که این برمیگرده به درس 110 اونجا بیشتر توضیح میدیم کاربرد بعدی all about همه چیز درباره he knows all about computers همه چیز رو راجبه یا همه چیز رو درباره رایانه ها کامپیوتر میدونه all about something این یه کاربرد all که پشت about میاد all about something و آل بعضی وقتا معنای تنها چیز یا تنها چیزهایی میده All I've eaten today is a banana تنها چیزی که امروز خوردم تو این حالت یعنی تنها مثلا یه مثال دیگه All I did was smile یعنی فقط لبخند زدم فقط خندیدم تنها کاری که کردم لبخند بود All I did اینجا یعنی تنها چیزی که انجام دادم The only thing I've eaten today پس این کاربردهای های all بود که حتما باید بلد باشین قسمت بی تفاوت هول و آل هستش هول و آل هم خیلی وقتا شبیه همن یکی از هم مهمترین تفاوت هاشون اینه که ما هول رو معمولاً با اسامی غیر قابل شمارش مثل مثلا مانی استفاده نمی کنیم نمیگیم مثلا the whole money میگیم all the money یکی از تفاوت اصلیشونه و اینکه هول رو بیشتر با اسمای مفرد استفاده میکنیم Did you read the whole book? کل کتاب خوندی؟ Emily has lived her whole life in the same town. امیلی کل زندگی رو تو یک شهر گذرونده. Her whole life کل زندگیش رو. Life singular noun هست. I was so hungry. خیلی گرسنم بود. I ate a whole packet of biscuits. یه بسته کامل بیسکویت خوردم. A whole packet. کل کتاب، کل زندگیشو، یک بسته کامل یا کل یک بسته رو پس کل اون اسم مفرد حالا اسم هر که هست کلش همش ما قبل از هول یک المنت گذاشتیم اینجا یا a میذاریم یا حرف تعریف ده میذاریم هر یور my و غیره نمیتونه خالی بیاد مثلا بگیم did you read whole book نه the whole book به یه المنتی پشتش نیاز داره معمولا هول رو با اسامی غیر قابل شمارش مثل water food money استفاده نمیکنیم معمولا گفته شاید مثلا شما بعضی وقتا the whole time رو بشنوید اونا استثناءاتی هن که بی خیالش فعلا مهم نیستن بعضی وقتا all رو میتونیم جایگزین کنیم تو این جملات ولی باید یه تغییراتی بدیم مثلا did you read the whole book کل کتاب خوندی بخوام با all بگم میگم did you read all the book همه کتاب رو خوندی Emily has lived her whole life All her life میتونم بگم whole رو دارم all اضافه کنم یه خورده باید تغییرات بدم که این تغییرات بستگی به دانش شما داره Money و information اسامی غیرقابل قابل شمارشن درسته اینا رو میتونیم با all بیاریم ولی هول رو استفاده نکنید چون گفته normally از whole با اسامی غیرقابل قابل شمارش unaccountable استفاده نمیشه did you spend all the money i gave you همه پولی که به دادم رو خرج کردی all the money نمیگم the whole money i read all the information carefully information غیرقابل شمارشه بنابراین از all میتونم استفاده بکنم whole رو نمیشه استفاده کرد بهتون هم گفتم که قبل از هول و یک المنتی نیاز داریم یه چیزی مثل اینا مثلا I read the whole book ببین قبل از هول the اومده ولی قبل از all من the گفتم I read all the information خب حالا every اومد تو داستان every خودش نیاز به یه توضیح زیادی داره ولی یکی از کاربردهای خیلی مهمش اینه که قبل از time period میاد یعنی یک بازه زمانی مثلا day, week, 10 minutes پشت این بازوهای زمانی اگه every بذاری نشون میده که how often frequency شو نشون میده یعنی چند وقت یه بار هر روز هر هفته هر ده دقیقه ده دقیقه یه بار اینجوری how often something happens میگیم every plus اون بازه زمانی period when we were on holiday we went to the beach every day وقتی تعطیلات بودیم هر روز میرفتیم ساعد we went to the beach every day every plus day یاد باشه که every رو جدا بذار یه اسپیس میذاری و بعد دی میذاری پس اینا دو تا کلمه اگه everyday day رو هم بذاری میشه صفت و به معنی common typical regular این معنی ها رو میده مثلا every shoes کفشایی که هر روز میپوشم every day routine روتین روزمره اون با everyday جدا فرق داره The bus service is excellent. There's a bus every 10 minutes. هر ده دقیقه اتوبوس هست. We don't see each other very often about every six months تقریبا هر شیش ماه Every پشت این شیش ماه اومده یعنی yani هر شیش ماه ولی all معنی frequency و how often نمیده all یعنی yani the complete unit یعنی yani همش مثلا وقتی میگی all day یعنی کل روز همه یه روز the whole day هم همینطور all و whole خیلی شبیه همه We spent all day on the beach یا We spent the whole day on the beach element قبل از whole رو یادتون باشه ها این دیگه everyday نیست که everyday یعنی هر روز ولی all day یعنی کل روز اینجا یعنی از اول روز تا آخر روز رو تو سوال بودیم نه این که هر روز سوال بودیم پس این با everyday فرق داره Dan was very quiet he didn't say a word all evening یا the whole evening الان یعنی کل evening رو یک کلمه حرف نزد یادتون هم باشه که اینو به همین صورت نویسیم all day نمیگم all the day all evening کل هفته all week not all the week حالا ممکنه بپرسی تفاوت all the time و every time چیه؟ ببین all the time اصلا اینقدر استفاده میشه خودش تبدیل به اکسپریشن شده all the time یعنی always همیشه all the time uh, he does it all the time همیشه خدا این کار انجام میده Every time یعنی هر بار هر دفعه They never go out They are at home all the time اونا هیچ وقت بیرون نمیرن همش خونن They are always at home به جاش میتونه بگی They are at home all the time همیشه خدا خونن Always Continuously هر بار که میبینمت هر دفعه که میبینمت یه شکل ای Every time I see you You look different. Into any each time. Yeah, on every occasion. پس اینجا معنی always نمیده معنیش این نیست که من همش میبینمت میگم هر دفعه که میبینمت هر اوکیژنی که پیش میاد من تو رو میبینم یا each time که من تو رو میبینم you look different ظاهر تغییر میکنه یه نکته مهمی هم که هست everybody, everyone و everything که مال قسمت A بود و همچنین خود every plus noun every با اسم اینا اگه بیان مفردن مفرد حساب میشن فعلی که استفاده میکنیم باید مفرد باشه میگی every seat in the theater was taken نمیگی were taken چون every seat singular مفرده was taken everybody has نمیگم have چون این مفرده everybody has arrived خب اوکی اینا مفردن فعلشون باید مفرد باشه اگه بخوایم ریفر کنیم بهشون چی مثلا آبجکت و یا سابجکت بخوایم در ادامه جمله بهشون نسبت بدیم چی چون اینا جنسیت براشون تعریف نشده مثلا everybody معلوم نیست دختر رو میگیم یا پسر شاید اصلا میکس باشه شاید همه دختر همه پسر اصلا مشخص نمیکنه ما از they, them و their استفاده میکنیم علامت بزنید برای ریفر دادن به این every ها از they, them و their باید استفاده بکنیم everybody said they enjoyed themselves اولا توی درس گذشته گفتیم enjoy با oneself میاد مثلا I enjoyed myself یعنی لذت بردم معمولا تنها نمیگیم I enjoyed زیاد استفاده میشه I enjoyed myself یعنی حال کردم بهم حال داد لذت بردم اینجا هم میگه که همه گفتن که لذت بردن مثلا یه مهمونی دعوت بودن Everybody said they enjoyed themselves از they و themselves استفاده کردم چون everybody دیگه himself و herself نمیشناسه بعد بگی themselves که راجع به اینم صحبت کرده بودیم تو درسای گذشته حالا بریم یه خورده تمرین حل بکنیم all everything everybody و everyone استفاده بکنیم has their faults nobody is perfect میخواد بگه هیچی کامل نیست هرکی نقص خودش رو داره has فعل مفرد ریفرش هم که their جمعه پس میگم everybody یا everyone Everybody or everyone has their faults. هر کسی مشکلات خودش رو داره. یعنی هر کسی نقص و ایراد خودش رو داره. هیچ کس کامل نیست. Nothing is changed. هیچی عوض نشده. Is the same as it was. همه چی همون که قبلا بود. همه چیز میشه چی؟ Everything. نمیگم all. گفتم وقتی میگیم everything رو میتونیم استفاده کنیم all جایگزین everything نمیشه به تنهایی باید all با یه چیزی بیاد که بتونه شبیه everything بشه یا یه معنی دیگه بده ولی all رو به تنهایی نمیتونیم جایگزین everything بکنی. Kate told me about her new job it sounds interesting میخواد به کیت همه چیز رو راجع به شغل جدیدش به گفت about استفاده شده اینجا یادتونه about همه چیز درباره باره میشد all about Kate told me all about her new job. همه چیز رو درباره شغل جدیدش بهم گفت. It sounds interesting. به نظر جالب میاد. هش رو عمل بکنیم بقیهش برای شما. I'm really exhausted. واقعا خیلی خستم. I want to do is sleep. یعنی میخواه بگه تنها کاری که میخوام الان بکنم اینه که بخوابم. یکی از معانی all چی بود؟ The only thing. تنها چیز یا تنها کار. پس من میگم all I want to do is sleep. تنها کاری که الان میخوام بکنم اینه که بخوابم بقیه بچه شما حل بکنید از اینجا گفته با هول جمله بسازیم مثلا شیشش رو حل میکنیم سارا ورکت فروم ارلی این the مورنینگ until لیت این ایونینگ میخواد بگه از صبح تا آخر شب کار میکرد صبح علا تا آخر ایونینگ کار میکرد از اول صبح تا آخر شب میشه the whole day پس من میگم سارا ورکت the whole day کل روز کار میکرد the whole day element قبل از whole یادت نره اینجا هم گفته توی جمله 6 و 7 که ما 6 و حل کردیم به جای whole all بذار من به جای the whole day میذارم چی؟ all day و یادمه که all the day اشتباه بود all day Sarah worked all day این تمرین گفته every بذارید پشت این بازه های زمانی که معنای هر میده frequency how often مثلا هر چهار ساعت هر شیش ماه هر چهار سال سه با میشه حل میکنیم The Olympic Games take place بازی اولمپیک هر چند سالیه باره Take place every four years Every four years هر چهار سالیه بار اتفاق میفته مثال بعدی رو همین نگاه بندازیم گفته which is right کدوم درسته Did you spend the whole money گفتم money is uncountable باید all بذارید All the money I gave you مثالی کتاب بود پنج و شیش هم حل میکنیم It's a very sad song آهنگ خیلی قمگینیه I hear it, it, makes me cry هر دفعه میشنمش باعث میشه گریه کنم گریه هم میندازه هر دفعه Every time هر بار اینو گوش میدم گریه هم میگیره All the time که یعنی من همیشه گوش میدم اینو و اصلا اینجا اشتباه All the time اینجوری نمیتونه بیاد I don't like the weather here آب هوا اینجا رو دوست ندارم It rains every time یا yeah, all the time میخواد بگه همیشه خدا بارو میاد Always, continuously باید بگم all the time چون every time یعنی هر دفعه so every time it rains I go mad هر دفعه بارو میاد من عصبی میشم یه دونه دیگه هم حل بکنیم when I was on holiday all my luggage یا my whole luggage was stolen کدوم که درسته all my luggage یا my whole luggage بچه luggage رو قبلا گفتیم که uncountable بنابراین whole استفاده نکنید ترجیحن خط میزنیم و all my luggage درسته خیلی خوب بقیه تمرین هم بچه هم حل بکنید درس بعدی راجع به every خیلی بیشتر صحبت میکنیم تفاوتش رو با ایچ میگیم حتما سابسکرایب بکنید زنگوله رو هم بزنید که وقتی درس جایی گذاشته گذاشتیم بشید مرسی که همراه من بودین ویدیو بعدی میبینم اتون پیس